تأکید کاخ سفید بر امضای توافق نامه امنیتی در جریان هفته های آینده. نگرانی مجلس سنا از موجودیت ناامنی در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. و تأکید وزارت اقتصاد بر افزایش تولید برق داخلی در افغانستان. به نام خداوند یکتا و مهربان، با عرض سلام، امروز شنبه هفته همه ماه جدی سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با هفته همه ماه جنوری سال 2014. مشروع خبرها. کاخ سفید بار دیگر حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان را مشروط بر امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن ساخت. سخنگوی کاخ سفید میگوید این توافقنامه باید در چند هفته امضا شود. دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری میگوید امضای توافقنامه امنیتی برای تامین امنیت در افغانستان یک نیاز است. در همین حال شمار از اعضای شورای ملی به این باورند که امضا نشدن توافقنامه امنیتی افغانستان را با بحران روبرو خواهد کرد. اما ریاست جمهوری بر موقف قبلیش تأکید کرده میگوید پس از تحقق شرایط توافقنامه امضا خواهد شد. نورالله شایان گزارش میدهد. کاخ سفید بار دیگر گفته است که برای حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان توافقنامه امنیتی باید زودتر امضا شود. موضع گیری ما باز هم این است که اگر توافقنامه امنیتی دو جانبه هرچی زودتر امضا نشود، ما مجبور خواهیم بود که پلان گذاری مرحله پس از سال 2014 را آغاز کنیم که در آن هیچ عسکری آمریکایی و یا ناتو در افغانستان باقی نخواهد ماند. به گفته سخنگوی کاخ سفید، گزینه صفر به نفع افغانستان نیز نخواهد بود. ولی من می توانم به شما بگویم که ما چند هفته صحبت می کنیم و نه چند ماه، و شما می دانید که زمان در حال گذر است. از سوی هم دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری می گوید که اگر رئیس جمهور کرزی پیمان را امضا نمی کند باید آن را به حکومت بعدی محول کند. وی به شرایط حکومت افغانستان به دیده شک می نگرد. زموج دریز داده چه موج دقیق موافقت نامه ضرورت لرو او دغه غشتنی چې رئیس جمهور مطرح کوي لکه د سولې راوستل، د سولې راوستل یوازې نړیوال ټولنې ته تللې مسله نه ده. داسې معلوم کیږي چې دا شرطونه اصلي شرایط د رئیس جمهور نه دي. برخی از اعضای مجلس سنا نیز میگویند که امضا نشدن پیمان امنیتی تاثیر منفی بر امنیت، اقتصاد و انتخابات سال آینده خواهد گذاشت. اگر این توافقنامه امنیتی امضا نشود، به درازا کشانده شود، ما فکر میکنیم که دولت افغانستان و مردم افغانستان به چالش‌های امنیتی مواجه خواهد شد. در این صورت اگر ما جواب میگیم که شما از کشور ما برای این و امکانات مادی و اقتصادی مردم ما نداره، یک بحران است، یک جنجال بسیار بزرگ است و نیروهای امنیتی ما امکانات معاشش برش مساعد بشه، خود به خود یا اصلا نیپاشه. اما ریاست جمهوری افغانستان بر موقف پیشینش تأکید دارد. رئیس جمهور تأکیدش بر تحقق شرایطش هست، نه بر زمان امضای پیمان امنیتی. یعنی هر زمانی که آمریکا شرایط و خواسته های مردم افغانستان را محقق بسازه، برآورده بسازه، این سند میتونه امضا شود. اخیرا رئیس جمهور کرزی در نشستی با نامزدان ریاست جمهوری گفته بود که برای امضای توافقنامه امنیتی دیدگاه ها نزدیک شده است. بیشتر نامزدان معرفی شده به لویس هرنوالی متهم به غصب زمین و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی اند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در مورد این نامزدان بدون در نظر داشته موقف مطابق قانون فیصله صورت میگیرد. بنیاد برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا فیفا از کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهد که در معرفی نامزدان بی‌طرفی خود را حفظ کند. از سوی دیگر کمیسیون حقوق بشر از لویس هرنوالی میخواهد که دوسیه های این نامزدان را جداگانه بررسی کند. باز هم نورالله شایان. کمتر از 3 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است. اخیرا کمیسیون شکایات انتخاباتی دوسیه های حدود 5 الی 6 تن از نامزدان و یا معاونین آنها را به سارنوالی تسلیم کرد.
به گفته مسئولان این کمیسیون بیشتر نامزدان معرفی شده بلوی سارن ولی متهم به غصب زمین و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفویشان اند. موارد متعدد هست و بعض موارد هم اتهاماتی نسبت به غصب زمین و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای هم مطرح است که نسبت به برخی کاندیداها و برخی معاونینشان داده شده است. از سوی دیگر بنیاد برگزاری انتخابات شفاف عادلانه افغانستان یا فیفا از کمیسیون می‌خواهد که در معرفی نامزدان بلوی سارن ولی بی‌طرفی خود را حفظ کنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی مطابق قانون انتخابات و قانون تشکیل صلاحیت وظایف به صورت بی‌طرفانه عمل بکنه و غیر سیاسی عمل بکنه در این زمینه. اما کمیسیون حقوق بشر خواهان بررسی جداگانه دوسیه های نامزدان متهم است. قضیه و قضیه باید جداگانه بررسی شود با دقت فراوان، چون که سرنوشت افرادی هم هستن. هر کاندیدی که به هر سویه باشه یک تعداد مردم پشت استاد است. معرفی نامزدان متهم بلوی سارن ولی پیش از برگزاری انتخابات از سوی نهادهای مدنی یک قدم نیک دانسته شده است. اعضای مجلس سنا در مورد امنیت انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی می کنند. آنان اطمینان مسئولان امنیتی را به رئیس جمهور کرزی در مورد تامین امنیت انتخابات به دور از واقعیت می دانند. شمار از اعضای مجلس سنا می گویند برای انتقال سیاسی یگانه راه انتخابات است. آنان از رئیس جمهور و نهادهای امنیتی می خواهند تا برای تامین امنیت انتخابات تلاش جدی کنند. در نشست عمومی روز سه‌شنبه مجلس سنا در مورد امنیت انتخابات ریاست جمهوری بحث شد. اعضای مجلس سنا از رئیس جمهور و نهادهای امنیتی می‌خواهند تا برای شرکت بهتر مردم در روند رای‌دهی در حل مشکلات امنیتی اقدام جدی کنند. آنان اطمینان مسئولان امنیتی به رئیس جمهور را دور از واقعیت میدانند. امنیتی مسئولینو چې د جلال جمع جمهور رئیس سید ټاکنو د امنیت پر ابيتر ډاډ ورکړی متاسفانه ټول دروغ. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سناتور صاحبان او د ملت استازي د هر کس د خپل ولایت نه خبر دي. په دغه کابل کې د کابل سناتور صاحبان دی وایي په چراسیا کې امنیت شته، موسی کې امنیت شته، دی په وردګو ته لاړ شئ، د وردګو سناتور صاحب دی وایي امنیت شته. متاسفانه هر څه د کاغذ پر مخ دي. زموږ جدي غوښتنه د جلال جمع جمهور رئیس او د امنیتي ارګانونو دا ده چې موږ انتخابات غواړو. انتخابات زموږ د سیاسي بدیل لپاره یو بهترینه لار ده، خو امنیت راوستل د حکومت مکلفیت او مسؤلیت ده. شمار از سناتوران به این باورند که به خاطر به دست آوردن حمایت جامعه جهانی از انتخابات آینده ریاست جمهوری باید توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا شود. به خاطر هم شفافیت بهتری از انتخابات، امنیتی از انتخابات بسیار مهم است. وقتی از این رسیده که امی پیمان امنیتی امضا شود به خاطر حمایت جامعه جهانی از برگزاری از این انتخابات به شکل شفاف، این بهترین وقت و زمینه است. شمار دیگر از اعضای این مجلس نقش علمای دین و همکاری مردم با نهادهای امنیتی را در راستای شفاف برگزار شدن انتخابات مهم می‌خوانند. پیشنهاد ما این است که علمای دین در اینجا بیشتر که از اینها استخدام شوند، اونها تقویه شوند تا از دیدگاه شریعت اسلام مشروعیت انتخابات را به مردم بفهمانند و مردم در این صورت می توانند که با نیروهای امنیتی در تامین انتخابات سهم فعال داشته باشند. با آنکه برگزاری انتخابات روز تا روز نزدیک می شود، اما نبود امنیت در بخشی از کشور به عنوان بزرگترین چالش در برابر این روند در جایش باقی است. تا کنون نهادهای امنیتی نیز نتوانستند فهرست نهایی مراکز رای‌دهی را که می توانند تامین امنیت کنند به کمیسیون انتخابات ارائه دهد. ادامه خبر هاست. کشور این که یکی از نامزدان ریاست جمهوری از آزادی 88 زندانی زندان بگرام ابراز نگرانی کرده می گوید نهادهای عدلی و قضایی باید در این مورد اقدام جدی کنند. دکتر عبدالله عبدالله می گوید ممکن با رهایی این 88 زندانی ناامنی در کشور گسترش یابد.
دکتر عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان ریاست جمهوری از احتمال آزادی 88 زندانی زندان بگرام ابراز نگرانی کرده است. آقای عبدالله این اقدام کمیته رسیدگی به پرونده های زندانیان بگرام را نسنجیده و یک اقدام نادرست سیاسی می داند. تعامل با مسئله زندانیان یا کسایی که در جریان جنگ دستگیر شدند باید از طریق محاکم افغانستان صورت بگیرد، نه از طرف یک کمیته خاص. یک کمیته خاص چطور میتونه تثبیت کنه مجرم بودن یا مجرم نبودن یک زندانی را؟ این اظهارات دکتر عبدالله عبدالله در حال صورت میگیرد که امریکا نیز از دولت افغانستان خواسته تا این 88 زندانی را آزاد نسازد. امریکا این زندانیان را متهم به قتل ده ها سرباز داخلی و خارجی میداند. به باور دکتر عبدالله عبدالله آزادی این زندانیان تهدید بر امنیت است. اگر مردم رها میشن بدون مطالعه و بررسی و بدون مبنای قانونی و اونا دوباره به میدان جنگ میرن، این خودش به صلح کمک نمیکنه، به ایجاد اعتماد در بین مردم کمک نمیکنه. خود ازی دامن زدن جنگ و گسترش دادن جنگ در افغانستان است. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید شواهد وجود ندارد که نشان دهد این 88 زندانی در فعالیت های حرس افغانانه دست داشتند. به گفته رئیس این کمیته ممکن این زندانیان به زودترین فرصت آزاد شوند. خبر اخیر از کشور این که باشندگان هرات از افزایش ترور و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول نگران هستند. در کمتر از یک ماه دو خانم در شهر هرات ترور شدند و درگیری های مسلحانه جان یک جوان را گرفت. با این حال مسئولان در فرماندهی پلیس هرات میگویند که میسیونی را برای جمع آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول تشکیل دادند. فواد احمدی گزارش دارد که با هم میبینیم. ترور دو تن و زخم برداشتن یک تن دیگر در چند روز در شهر هرات که در حمله افراد مسلح صورت گرفت باعث نگرانی مردم شد. پرسش اینجاست که سلاح از کجا به دست هر کس می افتد؟ مردم حتی خانه جمع‌آوری جنگ ابزارهای محافظین بازرگانانند. به باور آنان این کار فضای شهر را ناآرام نشان می دهد. مردم از دولت می خواهند با متخلفان برخورد جدی شود. مردم سلاح خود به دولت بسپرن، مجوز قانونی بگیرن، به خاطر از اینکه ناامنی ها و چیزی که صورت میگیره از همه امی چیه که مردم اختطاف میشه، چاپولدار به حساب جای کسی نمیتونه رفته بدون گارد و چیزها. یعنی باید سلاح از توسط مامورین دولت جمع‌آوری بشه، چون اگر سلاح در جامعه باشه و باعث کشتار و خون خونریزی بین چی میشه بین مردم. خود امی نشون میده نقطه ضعفیه که به حساب هر کس که جای میره خود چهار تا گارد میره. اگر بگیرم همچو گارد نباشم را اینو بهتره. جلو از این کارها چی میشه گرفته میشه. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی فرمانده پلیس این ولایت با تایید نگرانی مردم میگوید مجوز قانونی حمله سلاح از سوی وزارت داخله تایید میشود. مسئولان نظامی در نشستی تصمیم گرفتن تا کمیسیونی برای جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز تشکیل دادن. در جلسه نظامی که تحت ریاست جناب والی صاحب و حضور قمندان سیم امنیه ولایت هرات آماده شده، برای هیچ یک استلام ها و کسایی که در شهر سلاح حمله میکنند دیگه اجازه داده نمیشه و سر از امروز کمیسیون موظف مشترک نیروهای امنیتی در این راستا وظیفه دارند تا سلاحایی که پیش افراد اشخاص هست اونا رو جمع‌آوری بکنن و به قمندانی امنیه ولایت هرات تحویل بدن. موجودیت جنگ ابزار نزد مردم در هرات به یک امر تقریبا عادی مبدل شده است. آنگونه که گفته می شود این نگرانی بیشتر در روستای هرات است، چون هنوز هم مردم از دوران جنگ سلاح را نزد خود نگه داشتند. همچنان نگرانی از افزایش نارامی‌ها باعث شده تا مردم سلاح خود را به دولت تسلیم نکنند. و حال بینده خبرهای اقتصادی هستید. برق وارداتی هیچگاه برای پیشرفت و ترقی افغانستان به ویژه صنایع مؤثر نیست. وزیر اقتصاد با اظهار این مطلب میگوید در راهکار اقتصادی 5 سال آینده افغانستان تاکید بیشتر روی افزایش تولید برق داخلی شده است. از سوی هم شرکت برشنا به هزینه 40 میلیون افغانی و 9 حسگاه کوچک برق را در منطقه ارغندی ولسوالی پخمان ساخت. مسافر قوقندی گزارش میدهد.
هرچند گفته می شود در چند سال اخیر پوشش انرژی برق در افغانستان از 6% به 36% افزایش یافته است، اما اکثر این انرژی از کشورهای بیرونی وارد می شود. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد میگوید با آنکه روند برق رسانی در 4 سال گذشته رشد خوبی داشته است، اما این انرژی به دلیل وارداتی بودن آن زیاد با اعتبار نیست. با برق وارداتی زیاد باور ندارم، به خصوص به خاطر انکشاف صنایع ما باید برق داخلی خود تولیدات داخلی خود اضافه کنیم و این یک امر ضروری برای کشور خود میدانیم. وزیر اقتصاد میگوید به دلیل ادامه حمایت مالی کشورهای کمک کننده و افزایش خوشبینی ها بر روند سرمایه گذاری در این کشور، اقتصاد افغانستان مانند 10 سال گذشته رشد خواهد داشت. هرچند تبلیغات منفی در برابر این کشور هنوز ادامه دارد. در این شک نیست که الحمدلله افغانستان در طول 11 سال گذشته به طور اوسط 9% رشد اقتصادی داشته و ما مطمئن هستیم که انشاءالله در سالهای بعدی هم به میار رشد اقتصادی افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد. همزمان با این شرکت برشنا به هزینه 40 میلیون دلار کار ساخت نو پای ترانسفرمر را در منطقه ارغندی ولسوالی پغمان تکمیل کرد. با گفته مسئولان شرکت برشنا، این ترانسفرمرها می توانند برای 1200 خانواده در این منطقه که پیش از این برق نداشتند برق توزیع کند. عواید شهرداری فرا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مسئولان شهرداری فرا می گویند به دلیل عدم همکاری باشندگان فرا در عرصه پرداخت مالیات، عواید شهرداری نسبت به سال گذشته 6% کاهش یافته است. اما وکلای گذر شهر فرا از وجود مشکلات عمده در نواحی شهر فرا نگرانند. آنان شهرداری فرا را در عرصه کاریشان به سهل انگاری متهم می کند. اوز مورد بودیجه چیزا کرده، هم پا مشورتی لیاز مندی، هم پا مستحقی لیاز مندی، مرسیسی دیگه خبر مجلس که او در بودیجه چی راله، هر زن چی گویره چی در کار از خمارو پاته دی، آقا مشوری پر شخوا، آقا شهر از حیات مندی، پر اخصد ندی مصرف. دلار آمریکایی 56 افغانی و 10 پول، 1 یورو 76 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 20 پول. یک درهم امارات 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 524 افغانی. و حال همکارم سید علی کاظمی در استودیو برای ارائه اخبار ورزشی با ماست. خوش آمدید. تشکر. با تشکر از همکارم. های ورزشی امشب را با خبری از افتخار دیگر فوتبال افغانستان آغاز می‌کنم. فقیریار از قهرمانی تیم ملی افغانستان تا پدیده سال 2013 آلمان. منصور فقیریار در آزمان تیم ملی فوتبال افغانستان و بازیکن باشگاه فوتبال VFB اولدنبورگ آلمان در نظرسنجی که توسط NDR راه اندازی گردیده بود با به دست آوردن بیشتر از 15,000 رای به حیث پدیده سال شمال آلمان در سال 2013 انتخاب گردید. ماکس کروز بازیکن بورسیا مونشنگلادباخ و نزدیکترین تعقیب کننده فقیریار با 3,808 رای در جایگاه دوم و آرنولد از تیم وولفسبورگ در ردیف سوم قرار گرفتند. در این انتخاب 8 بازیکن برتر ورزش شمال آلمان حضور داشتند که فقیریار توانست با اختلاف 12,000 رای این عنوان را به خود اختصاص دهد. در این نظرسنجی بعد از منصور فقیریار، ماکس کروز بازیکن تیم مونشنگلادباخ در جایگاه دوم ایستاد، ماکسیمیلیانو آرنولد از تیم وولفسبورگ سوم شد، هانس لیدنبرگ از تیم هندبال دختران هامبورگ رتبه چهارم را از آن خود کرد و دنیس اسچرودر از تیم بسکتبال آتلانتا در مکان پنجم ایستاد. حمیدالله کریمی بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان که به تازگی به تیم میگی یونایتد هند پیوسته است، توانست در اولین بازی خود در این تیم به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شود. حمیدالله کریمی بازیکن سابق تیم کوهستان هرات و تیم طوفان هریرود در لیگ برتر فوتبال افغانستان است. حمیدالله کریمی در اولین دوره لیگ برتر فوتبال افغانستان توانست آقای گل مسابقات شود و در دومین دوره این لیگ در کنار حشمت الله بارکزی این عنوان را کسب کرد. تیم میگی یونایتد در بازی این هفته خود توانست در برابر حریف به تساوی 1-1 دست یابد و حمیدالله کریمی به عنوان بهترین بازیکن این میدان معرفی شد.
جوانان ورزشکار انجمن تعلیم و تربیه مدیریت عمومی سپورت نمایشات از رشته‌های مختلف ورزشی نظریات و افکار صلح دوستانه خود را ارائه کردند. در این محفل که در مقر قماندانی عمومی تعلیم و تربیه از سوی مدیریت ورزش راه اندازی شده بود، ضمن انجام دادن نمایشات ورزشی از مدال‌آوران و ورزشکاران 11 رشته ورزشی که تحت نظر این انجمن ورزش می‌کنند تقدیر به آنها آمد. فردا کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف هم آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. و سرانجام شهر قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0 پیش بینی شده است. تشکر از همکارم و سپاس از همراهی شما به خبرهای این ساعت. شب خوشی داشته باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اخبار